بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به نیده و شنونده سنترال افغانستان هستیم. توجهشون را جلب میکنم به مهمترین خبرهای امروز افغانستان. از اولین میزبانی طالبان از نشست منطقه‌ای خواهیم گفت و از کشته و زخمی شدن 12 عضو گروه طالبان در پی حملات چریکی جبهه آزادی و انتقاد شدید محقق و خلیلی از موضع‌گیری اخیر شورای علمای شیعه. آقای محقق بودنیان که از این شورا نام بگیرد میگوید که چون این حرف‌های از آدرس اهل تشیع افغانستان در واقع خیانت نابخشودنی در حق مردم هزاره و شیعه افغانستان هستند. امروز 29 جنوری 2024 میلادی است و 9 دلو 1402 هجری شمسی. بکنون ما مشروع خبرها. طالبان و اولین میزبانی از یک نشست منطقه‌ای در کابل. نشست طالبان با فرستادگان 11 کشور منطقه در کابل آغاز شده است، هرچند که با اخلال و تأخیر نیز همراه بود. امیرخان متقی وزیر خارجه گروه طالبان در این نشست سخنرانی کرده و گفته است که نباید کشورهای منطقه و جهان در مورد نوعیت حکومت این گروه انتقاد داشته باشند و یا نسخه با آن ارائه بکند. و گفته است که باید روی منافع مشترک و تعامل صحبت شود. امیرخان متقی تاکید کرده است که گروه تروریستی طالبان با هیچ جهتی در تقابل نیست و روی تعامل مثبت فکر میکند. این در حالی است که کشورهای منطقه و جهان همواره خواهان تشکیل حکومت فراگیر با حضور همه اقوام و اقشار جامعه از جمله اقوام مختلف افغانستان، مذاهب مختلف افغانستان و زنان شده است. نماینده ویژه ایران نیز در این نشست صحبت کرد و گفت که ما خواهان حکمرانی بدون تبعیض در داخل افغانستان و حسن همجواری و همزیستی با همسایگان هستیم. حسن کاظمی قومی گفته است که اگر این دو مؤلفه در اعلامیه جلوه بکند با واکنش ها و البته استقبال کشورهای منطقه و جهان روبرو خواهد شد. کاظمی در این نشست همچنان گفته است که ابتکار همکاری منطقه افغانستان در کابل برگزار شده است و ما از این خوشحال هستیم و البته این پیشنهادی بود که تهران در فرمت مسکو مطرح کرده بود و از این که طالبان با کشورهای منطقه آن را پذیرفته است ما خوشحال هستیم. طالبان با حامیانشان اما این نشست را یک فرصت و دستاورد میشمارد، اما کارشناسان میگوید که این دستاورد نه، بلکه بیانگر نگرانی های کشورهای منطقه و جهان از حضور فوق‌العاده گروه های تروریستی در داخل افغانستان است. نثار احمد شیرزایی فعال امور سیاسی در گفتگویی که با همکارم حنیف سلطانی داشته است میگوید که تأخیر و اخلال در برنامه امروزی نیز ضعف مدیریت و کارهای دیپلماتیک طالبان را برملا کرد. از طرف دیگه شما ببینید این برنامه که دایر شد قرار بود که در روسیه دایر شود، چون این برنامه ابتکارش از طرف وزارت خارجه ایران بود. خب چین هم نگرانی داره، روسیه هم نگرانی داره از موجودیت طالبان و پاکستان خب همدست و امریکا به طالبان. در این زمان بازی های جدیدی که در منطقه یا در سطح استخبارات های بزرگ در راه هست و سخنان جو بایدن و سیاسیون امریکایی را همین کشورهای منطقه میفهمه، بنابراین اینا تلاش میکنن که این نگرانی های خود را رفع کنن. به خاطر رفع نگرانی ها اینا آمدن در افغانستان در کابل. در کنارش حضور پاکستان، خب پاکستان تلاش میکنه که این گروه را به یک شکل بزرگ جلوه بده. چین هم بر از نیاد تلاش میکنه که اینا را بزرگ نشان بده جلوه بده تا اویغورهای چین در کنترل داشته باشه و معادن افغانستان در اختیار داشته باشه. روسیه از موجودیت داعش در امید حرکت طالبان یا در این گروه طالبان که یقینا همشان میفهم اگر داعش هست نمی طالب است، القاعده هست نمی طالب است، خب روسیه هم میفهم که این نمیاره بالاخره علیه اون کشورهای آسیای میانه استعمال میکنه امریکا و از بازی های نوانگاه شده. در این زمان نگرانی بزرگ در این جمع از ایران است. ایران که پیشنهاد کننده اصلی نشست بود، از سال از ابتدایی که طالب آمد نگرانی ها داشت و تلاش کرد یک شکل بازیه بتوره طالب ها و هم یک حاکمیت یک نگرانی داشته باشد در بین مقامات طالب ها و بتونه از اون برنامه طالب ها آگاهی پیدا کنه و همه ترام کرد. قابل ذکر است که در نشست امروز شرکت کنندگان بر مبارزه با تروریسم تاکید کردند و از حضور گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی نمودند. استاد حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت در اعلامیه گفته است که شورای علمای شیعه افغانستان با موقفگیری اخیرشان جنایت نابخشودنی را انجام داده است. شورای علمای شیعه افغانستان با نشر اعلامیه که ظاهرا تحت فشار طالبان نوشته شده است
نسل کشی هزاره ها به بازداشت دختران را رد کرده و گفته است که کسانی که در خارج از افغانستان تظاهرات های در این مورد را اندازی می کند در واقع برای بدنام سازی طالبان انجام داده و از افراد چون استخبارات اسرائیل و آمریکا پول می گیرد. آقای محقق ضمن حمایت از تظاهرات و دادخواهی های مردم در جهان و بدون آنکه نام اشاره علمای شیعه افغانستان بگیرد نوشته است که کسانی که برای خوشخدمتی به گروه حاکم و مقاصد جناحی آسمان را به زمین میدوزند و به هزاره های مظلوم که همانند فلسطینیان و حتی به مراتب بیشتر از آنان در تاریخ رنج تکفیر، قتل عام، اسارت جمعی را تحمل کردند، تهمت ناحق و ناروای همراه با اسرائیل و غرب را میزنند، خواسته و یا ناخواسته آب را به آسیاب دشمن شیعه میریزد. و یادشان باشد که هزاره ستیزی در افغانستان به معنای شیعه ستیزی هم هست، چون 90% شیعه افغانستان هزاره هستند و این گونه موضع‌گیری ها خصوصا از جانب حلقات مربوط به تشیع، خیانت به خون و مذهب و آرمان تشیع در افغانستان هست و مردم ما هم این خیانت را فراموش نخواهد کرد. این در حالی است که استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت نیز در اعلامیه از تظاهرات مردم حمایت کرده و تاکید کرده بود که بازداشت دختران از سوی طالبان با وجودی که حجاب کامل هم دارند به مقاصد مختلفی در حوزه های جغرافی مشخص انجام می شود. جزئیات اعلامی استاد خلیل البته ما در کلیپ قبلی منتشر کردیم. جبهه آزادی افغانستان با حمله بر مواضع طالبان در حوزه چهارم و همچنان در لبیجر خیرخانه 6 عضو طالبان را کشته و 6 عضو دیگر این گروه تروریست را زخمی کرده است. این جبهه با نشر اعلامیه و البته کلیپی از جریان عملیاتشان گفته است که حمله اولی ساعت 6 شام امروز در حوزه چهارم و حمله دومی ساعت 7 شام امروز در لبیجر خیرخانه صورت گرفته است. جزئیات این خبر را در گزارش قبلی منتشر کردیم. در ادامه اعتراضات جهانی به نسل کشی هزاره ها و آپارتاید جنسیتی در کشور، فعالان حقوق زن و فعالان حقوق بشر میگویند که این اعتراضات فشار را بر طالبان بیشتر میکند و آنان معتقد هستند که این فشارها باید حفظ و گسترش داده شود. مستر شفای مدافع حقوق بشر و محقق در دانشگاه هاروارد در گفتگوی با سنترال افغانستان میگوید که واکنش جهانی به این اعتراضات و دستپاچگی طالبان نشان میدهد که این کارزارها نتیجه در پی داشته است. خانم شفایی تلاش به برنامه شهروندان کشور در بیرون را ستوده و تاکید کرد که عدالت خواهان باید بیشتر برای رساندن پیامشان به جهان تلاش کنند. یک قطعنامه گنجانیده شده و زمیمه نامه در سازمان های حقوقی و بین المللی فرستاده می شود و این وظیفه معترضین هست که پیگیری کند تا نسل کشی هزاره ها را به رسمیت بشناسند. موضوع دوم جندر آپارتاید است که جندر آپارتاید یا اعتراض به مجموعه از رفتارهای خشونت آمیز طالبان بر علیه زنان به خصوص دختران هزاره بوده که اخیراً شدت گرفته. این جنایت آشکار و روشن نشان می‌دهد که در طول 2.5 سال جنایت طالبان بر علیه زنان و دختران نظر به با توجه به مکانیزم های تعریف شده و پذیرفته شده جهانی یک جرم هستند. بنابراین انتظار مردم از جامعه جهانی و سازمان های حقوق بین المللی این است که با توجه به مکانیزم های پذیرفته شده حقوق بین المللی مجموعه این ناراسایی هایی که بر علیه مردم هزاره و زنان به خصوص دختران هزاره انجام گرفتن و انجام می گیرد به این مسئله باید توجه لازم صورت گیره و رفتار خشونت آمیز طالبان و جرم های به عنوان جرم شناخته شود و جامعه جهانی نسل کشی هزاره ها را باید به رسمیت بشناسند و به فعالیت های عملی حداقل تلاش کند که جلوی خشونت های این گروه تندرو باید گرفته شود. سیلاب های شدید در ولسوالی گزاب ولایت اورزگان دایکندی خسارات هنگفت مالی بر مردم و زمینداران وارد کرده است. بنابراین در گفتگو با سنترال افغانستان میگویند که محصولات زراعتی مردم در قریه کندیر به صورت کامل از بین رفته است. ویدیوهای رسیده به سنترال افغانستان نیز نشان میدهد که محصولات زراعتی مردم زیر گیل و سیلاب شده است. کندیر محله هزارنشین در گزاب است که البته گاهی مربوط دایکندی حساب میشه، گاهی هم مربوط اورزگان. به هر صورت شما در اینجا گروهی آمده و ادعا کرده است که زمین های مردم مال ما هستند و این افراد البته
از گروه های قومی مختلف پشتون هستن که چندین گروه هستن و اکنون ما طالبان به مردم کندیر فشار آورده و اونا رو مجبور کرده است که باید زمین های خودشان را نصف قیمت بخرند. طالبان استدلال کرده که با وجودی که جیران های پشتون سند هم نداره ولی ممکن است اونا راست گفته باشه، بنابراین به خاطری که حق تلفی نشود هزارها زمین ها رو باید به نصف قیمت بخرند. این در حالی است که مردم هزارم که زمین مربوط ما میشه و مال خود ما هست و ما سند داریم، طرف مقابل سند نداره، پس به چه اساس باید ما حدود 300 لک افغانی به آنها بدهیم؟ اما طالبان به هر صورتش این فیصله را به زور بر مردم هزاره تحمیل کرده است. و خبر اخیرم که طالبان روز یکشنبه به نقل از رئیس شرکت چینی افجین از ساخت ذخیره‌های نفت با ظرفیت 6000 تن ایجاد کارخانه تصفیه نفت و حفر 22 حلقه چای نفت جدید در حوزه آمو دریا در سال 2024 خبر داده است. شرکت چینی البته مسئولانشان در گفتگویی که با مقام‌های طالبان از جمله شهاب‌الدین دلاور وزیر معادن و پترولیم طالبان داشته گفته است که ما تلاش می‌کنیم که استخراج نفت را روزانه تا 2000 تن افزایش بدهیم. استواجه با همراهتون با سنترال افغانستان جهان سپاس تا درود دیگر. بدرود.